آینده روشن لایت کوین در پرتو قوانین جدید آمریکا. به تازگی لایحه جدیدی در ایالت مونتانا تصویب شده که هدف اون تغییر تعدادی قانون در این منطقه در رابطه با رمزارزها و استخراج کریپتو. نکته جالب توجه اینه که این لایحه جدید توانایی اینو داره که تأثیر مثبتی بر لایت کوین یا LTC داشته باشه. چون یکی از عظیمترین بلاکچین های مبتنی بر POW یا اثبات کار در جهانه. سلام، به چنل کریپتو ایجنسی خوش اومدید. ما در تازه ترین ویدیوی این چنل قصد داریم آینده روشن لایت کوین رو در پرتو قوانین جدید آمریکا بررسی کنیم. سابسکرایب چنل و سر زدن به باقی ویدیوهای ما یادتون نره. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این لایحه با ممنوع کردن شرکت‌های انرژی در مونتانا از اعمال نرخ‌های گوناگون برای انواع مختلف عملیات استخراج دارایی‌های دیجیتال، زمینه فعالیت مساوی رو برای تمامی ماینرها تضمین می‌کنه. همچنین این لایحه اعمال مالیات بر بکار بردن ارزهای دیجیتال از جمله لایت کوین تحت عنوان روش پرداخت رو هم ممنوع میکنه. در راستای همین رخداد ها لازم به ذکره که لایت کوین به تازگی مطرح کرده که بعد از بیت کوین دومین رمزارز پرمعامله با بزرگترین پردازشگر پرداخت رمزارزی در جهانه و در نتیجه این لایحه تازه احتمال داره برای پذیرش هرچه بیشتر اون کمک کننده باشه. بلافاصله بعد از تصویب این لایحه هش ریت لایت کوین افزایش پیدا کرد که بیانگر هجوم ماینرهای جدید به این شبکه است. با توجه به داده های کوین وارز در زمان ساخت و انتشار این ویدیو، هش ریت لایت کوین 722.42 TH بر روی S. با کمال تعجب، با وجود افزایش یافتن هش ریت، سختی استخراج LTC به میزان اندکی کاهش پیدا کرد و به 23.72 میلیون رسید. با نزدیک شدن به تاریخ هاوینگ LTC، این افزایش در هش ریت نوعی پیشرفت خوشبینانه برای شبکه به حساب میاد. با تمامی این اوصاف، پاسخ لایت کوین در نمودار قیمت چندان هم رضایت بخش نیست که تحلیلگران معتقدند که میشه اون رو به روند نزولی مداوم در بازار نسبت داد. البته با وجود اینکه واکنش قیمت لایت کوین راضی کننده نیست، ولی چند معیار برای شبکه مثبت به نظر میان. به عنوان نمونه، تعداد آدرس های فعال روزانه در طی یک هفته اخیر افزایش پیدا کرده. این موضوع بیانگر اینه که تعداد کاربران بیشتری در شبکه موجود هستند. همچنین سرعت تراکنش های اون پس از کاهش نوعی روند افزایشی رو به ثبت رسوند که به سود شبکه است. با تمامی این اوصاف، نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی MVRV این آرت کوین به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده که بیانگر چشمانداز نزولی در آینده این نچندان دوره. در همین حین شاخص قدرت نسبی یا RSI و شاخص جریان پول یا MFI هر دو نزدیک به سطح خنثا قرار دارند. اندیکاتور بولینگر بندز هم بیان کننده اینه که قیمت LTC در یک منطقه فشرده است و شانس شکست در هر جهت رو کم میکنه. ولی شاخص آن بالانس ولوم لایت کوین نسبتاً بالاست که احتمال داره صعود قیمت رو به دنبال داشته باشه. آیا در بازار لایت کوین فعال هستید؟ میزان اثرگذاری این لایحه تازه بر آینده لایت کوین رو چجوری پیش بینی میکنید؟ تو بخش کامنت ها میتونید نظرات و تجربیات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. اگه ویدیو واسهتون مفید بود و دوستش داشتید، لایکش کنید و برای دوستاتون بفرستید.